در شماره های قبلی برنامه شناخت ما دو نوبت به صورت مشخص در مورد قانون اساسی مشروطه صحبت کردیم که قانون اساسی انقلاب مشروطه به هیچ عنوان توانایی آن را ندارد که جامعه ایران را به سوی پیشرفت هدایت کند. حتی برای دوران گذار از جمهوری اسلامی به صورت موقت هم که شده، قانون اساسی انقلاب مشروطه نمیتواند ما را به سوی صندوق‌های رأی هدایت کند. قانون اساسی مشروطه هیچگاه نتوانست به صورت یک قانون اساسی سکولار خود را متبربر سازد و همیشه تسلیم هیئت علمای ناظر بر قوانین مصوبه بود. حقیقت قانون اساسی در این است که هیچگاه نتوانست خود را از بند مذهب رها کند و قوانین مصوبه بایستی مورد تایید هیئت 5 نفره روحانیون قرار بگیرد تا مطابقت آن با اسلام تایید شود. جالب اینجاست که در دوران بعد از مشروطیت در مواقعی نمایندگان مجلس قادر به تشکیل جلسه نبودند، ولی 5 نماینده روحانیت همیشه در مجالس حاضر و آماده بودند. در هفته گذشته آقای ایرج مصداقی، مبارز شجاع و تحلیلگر ارزنده میهنمان، در مصاحبه هفتگی خود با رادیو تلویزیون میهن به همین نکته دقیقا اشاره کرد که قانون اساسی مشروطه به هیچ عنوان شایستگی آن را ندارد که به صورت موقتی هم که شده قانون اساسی کشور باشد. ما در برنامه شناخت این هفته قسمتی از مصاحبه جناب ایرج مصداقی و قسمتی از برنامه شناخت را که در مورد قانون اساسی مشروطه بود را با هم مونتاژ کرده ایم و به شما تقدیم میکنیم. امیدواریم که مورد توجهتان قرار بگیرد. قانون اساسی هر کشوری پایه اصلی قوانین جاری جامعه و خشت اول نظم حاکم بر آن جامعه و به نوعی روح مقدسات و اولویت بندی و شخصیت آن کشور است. قانون اساسی هر کشوری به طور کلی دو جنبه و بعد دارد. اولان که قانون اساسی حقوق شهروندان را تعیین می کند و میزان آزادی و برابری آنان را به آنها بیان می کند. جنبه دیگر قانون اساسی فرم تشکیل و شیوه کار دولت است. قانون اساسی هر کشوری همچنین مدرکی است که هر سه نیروی مقننه، مجریه و قضاییه آن کشور بر گرد آن قانون اساسی کار خود را به پیش میبرند. همچنین قانون اساسی باید میزان تفکیک و حد قدرت هر یک از قوای سگانه را روشن کند. یک قانون اساسی که درست تدوین شده باشد میتواند کشوری را در راه پیشرفت قرار دهد و آزادی و برابری و استقلال مردم آن را تضمین کند. برای مثال قانون اساسی آمریکا در اولین بند خود آزادی بیان را مطرح می کند و به طور مشخص، به طوری که در آن شک و شبهه‌ای وجود نداشته باشد، آزادی بیان را به عنوان حق مسلم شهروندان بیان می کند. هر روزه در دادگاه های آمریکا وکلا با مراجعه به همین اصل از موکلان خود دفاع می کنند. آزادی بیان که آزادی مطبوعات را نیز در بر می‌گیرد در آمریکا خدشه‌ناپذیر است و هر فرد و گروهی به راحتی می‌تواند از این حقوق برخوردار باشد. هر خبرنگار به راحتی می‌تواند مقاله خود را بدون ترس از عواقب نوشته‌های خود در روزنامه چاپ کند و به راحتی می‌تواند حتی شخص اول کشور یعنی رئیس جمهور را مورد حمله قرار دهد. هر فیلم سازی می تواند به راحتی فیلمی را که در نظر دارد بدون ترس از سانسور و مجازات به روی پرده بیاورد. نکته دیگر در ارزشمند بودن قانون اساسی آمریکا تفکیک دین از سیاست است. بدین معنی که در آن مذهب را به صورت شفاف از سیاست و قوانین جاری کشور جدا می کند. با وجودی که مسیحیت در آمریکا بسیار قدرتمند است، ولی
قانونگذاران نمیتوانند با تکیه بر محتوای کتاب انجیل لایحه‌ای را پیشنهاد دهند و در هیچ جای قانون اساسی آمریکا نمیتوانید جمله‌ای را پیدا کنید که دولت آمریکا وظیفه‌ای در قبال نگهداری مذهب مسیحیت داشته باشد، ولی در این حال داشتن مذهب را آزاد می‌گذارد و از تمام مذاهب دفاع می‌کند و تمام افراد را آزاد می‌گذارد که مذهب خود را انتخاب کنند و حتی این اجازه را به شهروندان خود می‌دهد که به طور کلی کافر باشد و به دین و خدای اعتقاد نداشته باشد، در این حال که از تمام حقوق شهروندی برخوردار است. قانون اساسی کشوری که بر پایه منطق و علم برپا شده باشد ملتی را به سوی سعادت و پیشرفت می‌برد، ولی قانون اساسی که درست تدوین نشده باشد جامعه را دچار سردرگمی و اختشاش می‌کند و باعث ایجاد شکاف در جامعه می‌شود. ما در برنامه این هفته شناخت مروری می‌کنیم بر قانون اساسی انقلاب مشروطه که در بیشتر از یک قرن پیش در جریان انقلاب مشروطه نوشته شد. بسیاری از نیروهای اپوزیسیون معتقد هستند که قانون اساسی آینده ایران باید بر پایه همان قانون اساسی مشروطه نوشته شود و بسیاری دیگر اعتقاد دارند که قانون اساسی مشروطه دارای کاستی‌های بیشماری است و اشکالات اساسی دارد و قابل اصلاح نیست. با هم نگاهی می‌کنیم به نکات مهم قانون اساسی مشروطه ایران که در تاریخ 14 ذی‌قعده 1324 قمری برابر با 8 دی ماه 1285 شمسی به تصویب مجلس رسید. البته این قانون اساسی بندها و متممهای زیادی دارد که پرداختن به یکایی که این نکات وقت زیادی می‌برد، ولی در این برنامه می توانیم به نکات اصلی قانون اساسی مشروطه توجه کنیم و آنها را مورد بررسی قرار دهیم. بینندگان عزیز توجه داشته باشند که اگر در این برنامه انتقادی از قانون اساسی مشروطه به عمل می آید، چیزی از عظمت و شکوه عمل انقلاب مشروطه کم نمی کند. انقلاب مشروطه ایران نقطه عطفی بود در تاریخ ایران که همه ما باید به آن افتخار کنیم و قهرمانان آن را مورد ستایش قرار دهیم. بحث ما در این مستند کوتاه شیوه نوشتن و عرضه قانون اساسی به ملت ایران است که با دلاوری های خود انقلاب مشروطه را عملی کردند. مهمترین نکته قانون اساسی مشروطه متممه آن است که در 29 شعبان سال 1325 قمری برابر با 14 مهر سال 1286 شمسی به تصویب مجلس رسید. لطفاً به متن آن با دقت توجه کنید. اصل اول: مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثناعشری است و باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد. در این اصل به وضوح گفته می شود که قانون اساسی به طور کل از سیاست جدا نیست و دین و دستورات اسلام باید در تمام وجوه جامعه رخنه داشته باشد، آن هم طریقه شیعه اثناعشری جعفری. قانون اساسی مشروطه نمی تواند شفافتر از این پیوند دین و سیاست را به مخاطبین خود بیان کند و در ضمن وظیفه پادشاه را نیز در آن می‌داند که در ترویج مذهب شیعه اثناعشری پیوسته بکوشد. البته گروهی ممکن است بحث کنند که این قانون اساسی که در 115 سال پیش تدوین شد در زمان خود پیشرفته بود، ولی باید به یاد داشته باشیم که در آن زمان هم بیش از 100 سال از تصویب قوانین اساسی کشور آمریکا می‌گذشت و 200 سال پیش از آن ولتر فیلسوف فرانسوی اهمیت جدایی دین از سیاست را مطرح کرده بود که مورد قبول همه سیاستمداران غربی بود.
و پیشروان مشروطه به این نکته آگاهی داشتند و آن را خوانده بودند و گذشته از آن مدارک زیادی در دست است که در همان زمان انقلاب مشروطه بسیاری از مشروطه خواهان در جدایی دین از سیاست اصرار داشتند و به همین بند اعتراض داشتند. حال به اصل دوم قانون اساسی مشروطه توجه می‌کنیم که با زبان ساده‌تری بیان می‌کنیم. اصل دوم، مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر اجل الله و فرجه و بذل مرحمت اعلی حضرت شاهنشاه اسلام و مراقبت ملت ایران تأسیس شده است، باید در هیچ اثری از آثار مواد قانونی آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت صلی الله علیه و آله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام بوده و هست. لحاظا رسماً مقرر است در هر عصری از عصار هیئتی که کمتر از 5 نفر نباشد از مجتهدین و فقها که مطلع از مقتضیات زمان باشند به این طریق که علمای اعلام و مرجع تقلید شیعه اسامی 20 نفر از علما که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس ملی بنماید. 5 نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسد تا موادی که در مجلس عنوان می شود به دقت مذاکره و بحث نموده. هر یک از آن مواد که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد را رد کنند و عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علما در این باب باید اطاعت شود و این ماده تا زمان ظهور حضرت امام زمان حضرت مهدی تغییر پذیر نخواهد بود. قانون اساسی مشروطه به شفافیت و به طور واضح یک هیئت 5 نفره از علمای شیعه را مأمور کرده است که کمیته ای را تشکیل دهند تا تشخیص دهند که کدام یکی از لوایح پیشنهادی مجلس با اسلام شیعه اثناعشری تطابق و هماهنگی ندارد. بدون تأیید این هیئت هیچ لایحه‌ای به صورت قانون در نمی آمد. در واقع هر لایحه‌ای باید از فیلتر این هیئت 5 نفره علمای مذهبی بگذرد تا به صورت قانون درآید. این همان نکته ای است که انجمن تبریز در آن زمان با آن مخالفت شدید می‌کرد و به حضور هیئتی از علما که به قوانین مصوبه مجلس نظارت کنند اعتراض می‌کرد، ولی با وجود اعتراض شدید انجمن تبریز در آن زمان این اصل در قانون اساسی مشروطه گنجانده شد و به تصویب رسید. مدارک این اعتراض انجمن تبریز بر این اصل قانون اساسی در متن تلگراف های بین تهران و تبریز که در آن زمان در جریان بود به جا گذاشته شده است و احمد کسروی نویسنده ای کتاب با ارزش تاریخ مشروطه ایران متن تمام اون تلگراف ها را در کتاب خود به چاپ رسانده است. این اصل قانون اساسی مشروطه دیگر جای هیچ شکی را برای هیچ خواننده‌ای باقی نمی‌گذارد که آن قانون اساسی نه تنها بر پایه تشیع اثناعشری طراحی شده بود، بلکه یک هیئت 5 نفری از علمای تشیع چارچشمی مراقب آن بودند که هیچ قانونی به تصویب نرسد مگر آنکه با مذهب تشیع اثناعشری تطابق کامل داشته باشند. برای مثال اگر قرار بود که مدرسه دخترانه ای در ایران باز شود، هیئت 5 نفره علما باید در آن باره نظر میداد و یا اگر هیئت 5 نفره اعلام می کرد که فلان روزنامه مقاله هایش با اصول مذهب شیعه تطابق ندارد، قدرت آن را داشتند که روزنامه را تعطیل کنند. و از آن ملموس تر اگر قرار بود که زنان حق رأی داشتند، بدون شک هیئت 5 نفره نظارت شرعی
آن را مطابق فرامین اسلام نمی‌دانست و آن را رد می‌کرد. قانون اساسی مشروطه دارای 107 اصل است، ولی مهمترین اصول آن همین اصل یکم و دوم می‌باشند. پس از این دو اصل، متن قانون اساسی وارد قوانین جزئی تر و تشریفاتی تر می شود. برای مثال اصل سوم تا هفتم را با هم می خوانیم. اصل سوم حدود مملکت ایران و ایالات و ولایات و بلوکات آن تغییر پذیر نیست مگر به موجب قانون. اصل چهارم پایتخت ایران تهران است. اصل پنجم الوان رسمی بیرق ایران سبز و سفید و سرخ و علامت شیر و خورشید است. اصل ششم جان و مال اتباع خارجه مقیمین خاک ایران مأمون و محفوظ است مگر در مواردی که قوانین مملکتی استثنا می کند. اصل هفتم اساس مشروطه تعطیل ناپذیر است. در ادامه برای اینکه نشان داده شود که چگونه قانون اساسی مشروطه برخلاف انتظاری که بسیاری از ایرانیان در حال حاضر از آن دارند بر اساس شریعت اسلام از نوع تشیع اثناعشری بنا شده است، اصل 15، 20 و 58 را با هم می‌خوانیم. اصل 15 هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی‌توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و قیمت عادلانه. در اینجا به خوبی می‌بینیم که تکیه قانون‌گذاران بر دستورات شرعی است و اجرای قانون را رجوع می‌دهد به فرامین شرعی و آخوندها. اصل 20 عامه مطبوعات غیر از کتب گمراه کننده و مواد مضر به دین مبین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است، ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود، نشر دهنده یا نویسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات می شود. باز هم در اینجا دیده می شود که مشخصا در قانون اساسی ذکر شده است که به هیچ عنوان کسی نمیتواند بر علیه مذهب شیعه مقاله‌ای بنویسد. اصل 58 هیچ کس نمیتواند به مقام وزارت برسد مگر آنکه مسلمان و ایرانی الاصل و تبعی ایران باشد. باز هم در این اصل قانون اساسی به روشنی نوشته شده است که مسلمانان فقط حق کرسی وزارت دارند و اقلیت‌های مذهبی کوچکترین سهمی از کرسی‌های وزارت نخواهند داشت. اشکال دیگر قانون اساسی مشروطه آن است که آزادی و حقوق شهروندان را تضمین نمی‌کند. در هیچ جای قانون اساسی مشروطه بندی را نمی‌توان یافت که بنا به آن اصل یا بند آزادی بیان و آزادی مطبوعات تضمین شده باشد، و با خواندن بسیاری از بندهای آن می‌توان پی برد که نه تنها دین از سیاست جدا نشده است، بلکه با اسلام شیعه اثناعشری محکم گره خورده است. با در نظر گرفتن مسائلی که در مورد قانون اساسی مشروطه بیان شد، به نظر می رسد که این قانون اساسی با اصول حقوق بشری و اصول یک قانون اساسی پیشرفته متناسب با جوامع امروزی بشر تضادهای پایه‌ای دارد. قوانین اساسی کشورهای پیشرفته جهان امروز با در نظر گرفتن یک سری اصول پایه‌ای نوشته شدند که میتوان با در نظر گرفتن آنها چارچوب اولیه قانون اساسی آینده ایران را این گونه مطرح کرد و باب بحث و گفتگو را برای تکمیل آن آغاز کرد. حتی دختر با مقنعه و چادر میگه نه. خب ببینید، ما این یه مسئله است. امروز ما به دنبال در واقع باید یک قانون اساسی لائیک باشیم. قانون اساسی مشروطیت مطلقا لائیک نیست، محصول 130 سال پیش ایرانه، 17 سال پیش ایرانه. ما امروز جامعهمون پیش اومده، جامعه جلو اومده. ما یه نظام نکبت اسلامی رو 45 سال پشت سر گذاشتیم، نیم قرن ارتجاع بر کشورمون حاکم بوده، مردم با پوست و گوشتشون اسلام و قوانین اسلامی رو امروز دیگه تجربه کردن. تنها کشور دنیا هستیم که اگه رأی‌گیری آزاد بشه مذهب و اسلامیون هیچ جایی درش ندارن.
خب اما اتفاقا شما اسم آوردید به درستی آقای امیر طاهری رو. آقای امیر طاهری خب یه روزنامه نگاریه، به نظر من بسیار بسیار روزنامه نگار خوبی هن، با سابقه هستن، مسلط هستن و استاد هستن در امر روزنامه نگاری، ولی ایشون دیدگاه های درستی ندارن ها. ایشون یکی از مخالفان لایتیسه و و سکولاریسم. ایشون در مطالبی که می نویسن این کاملا مشخصه ها. ببینید من این موضوع رو خدمت رو عرض کنم. ببینید جامعه ما داره از اسلام سیاسی عبور میکنه، خب و این لازمه و ما نیاز داریم به یک نظام لایک و این مهمه. لایک یعنی چی؟ یعنی نه اینکه آقا مظاهر مذهبی رو بزنیم نابود کنیم خراب کنیم. شما برید برای که نمیشه، برای که نمیتونی باش مقابله کنی. برای اینکه مذهب یه کالایی رو میفروشه که این کالا تو هیچ دکون عطاری پیدا نمیشه و اون مرگ. ببینید ما برای مرگ هیچ پاسخی نداریم. تنها جایی که برای مرگ و زندگی پس از مرگ پاسخ داره مذهبه. حالا یکی به شکل یهودیت، یکی به شکل مسیحیت، یکی به شکل بهاییت، یکی به شکل اسلام، بالاخره هر کی یکی زرتشتی همه جور داره. خب این اولیش. پس نمیشه با این مقابله کرد. فقط باید نیشش کشید. فقط باید نیش اینو کشید. کما که در غرب کشیدن. اما در نظام های لایک داریم زندگی میکنیم و تجربه لایسیته رو داریم. ببینید ما قرار نیست. شما نگاه کنید 7 قرن پیش وقتی تیمور حمله کرد به خراسان، خراسان بزرگ، برید ببینید چه با مساجد کرد، برید ببینید چه با معابد کرد، برید ببینید چجوری اونجا رو سم ستوران، اونجا زیر سم ستوران بود، در همون جایی که محراب بود و مسجد بود عرق می‌خوردن، مشروب می‌خوردن و در واقع تاپاله و چیز چه می‌دونم حیواناتشون رو می‌ریختن. درسته؟ نگاه کنید آقای بهبهانی یک شرایط رقتباری رو توضیح میده، آخوندها رو چجوری آورده بودن و و و و چجوری اونجا مسخرهشون میکردن، مشروب میخوردن، چجوری تمام صندوقهای قرآن رو تیکه پاره میکردن، در حالی که میدونید خود امیر تیمور یه آدم بسیار بسیار مذهبی هم بوده و خرافی هم بوده، اتفاقا بعدا پشتوانه مذهبی هم داشته. این نکته جالبه. مگه مذهب به این رفت؟ مگه میره؟ مگه تو روسیه رفت؟ مگه توی کامبوج رفت؟ دوستان عزیز امکان نداره. من ببینید من آدم کاملا غیر مذهبی هستم، کاملا غیر مذهبی هستم و هیچ گرایش مذهبی ندارم، ولی یه چیزی رو خدمتتون بگم، این خیلی فرق میکنه با دشمنی ها. نگاه کنید برای این که نمیشه، برای این که جواب نمیده. ما اتفاقا شما اگر نگاه کنید بسیاری از این کلیساها رو در اروپا دیدید، همه ما میریم اونا رو میبینیم، مگه نمیریم ببینیم؟ چند تاتون رفتید؟ چند تامون رفتیم؟ کی نرفته؟ کی ستایش نکرده؟ کی خوشش نیومده؟ کی میدونی چه جنایاتی توی کلیساها شده؟ وقتی میری کلیسای قوان میدونی همونجا چجوری کشتن جاندارکو، چجوری آتیشش زدن؟ وقتی میری کلیسای وین رو میبینی میدونی دامیانه چجوری اونجا چهار تا اسب پیزوری از طرف تیکه پارش مادن بکنن، اسبا نمیکشیدن، اومدن اینجا شما چاقو میبریدن رگ و پیهای اینجا و زیر بغل و رونه هاشو که این بتونن زودتر اینا پارش کنن. ببینید این جنایت اتفاق افتاده ها، ولی همه دون میری خوشمون میاد، همه مون میریم خوشمون میاد، مگه نیست؟ مگه کلیسای نوتدام نمیریم؟ درسته؟ مگه کلیسای استوکهلم نمیریم ستایش؟ مگه بلیط نمیفروشن؟ برای بلیط مگه نمیگیری بری پول هم بدی بری نگاه کنی؟ ببینید ما باید مظاهر مذهبی رو اینجوری کنیم، یعنی فردا قرار نیست امام رضا رو از بین ببریم، که قرار نیست که حضرت معصومه رو از بین ببریم، که یا شاه چراغ از بین ببریم، که لاغر اون مهمای دارم عرض میکنم، باید اینها رو ازش تقدس زدائی بکنیم. باید تقدس زدایی از مذهب کنه. اون در واقع بایستی نیش آخوند رو کشید.
یعنی باید صاف جلوی مسجد بتونیم عرق بخوریم، توهین شد به ما نداریم، بابای اونی که داره میگه رو باید در بیاریم، نفسش رو باید بگیریم، ولی بایستی باشه. آقا نمیدونم نمیدونم روزخاری کردیم، نه، جلوی مسجد باید روزخاری کنیم، جلوی مسجد باید مغازه باز باشه. در ماه رمضان ما بایستی اگر آیینی هم داریم، آیین کارنامه شادی باشه، تفریح باشه، عید باشه، اگه میخوایی مراسم عید چه میدونم اعیاد مذهبی داشته باشی، باید بشه مثل کریسمس. کی کاج کریسمس امروز چیز مسیحیت میبینه؟ کی پاپا نوئل و قرمز پوشیدن و نمیدونم به نوعی قداست قرمز یا رنگ قرمز در مسیحیت میدونه؟ مطلقا ما باید همون کاری که با مسیحیت شد بتونیم بکنیم. این از این در این در ارتباط با این ورق قضیه که باید البته نفس اسلام سیاسی رو بید. اجازه جولان به اینا نداد، اجازه به اینا نداد که تکون بخورن، و قانونن اینا رو باید به چارمیخشون کشید، قانونن به چارمیخ کشیدشون. ولی مذهب باید آزاد بشه، پرواز دینی باید آزاد بشه، انجام بشه، نه اینکه بیایی با نمیدونم بگیر و ببند و بکش و ببند و خراب کن و فلان. این که نشد اینا که بزن همین رژیمی که ببینید. پس این یک مسئله است، اما قانون اساسی مشروطیت مطلقا سند خوبی نیست، برای اینکه به مذهب پا میده، برای اینکه به مذهبیون پا میده، برای اینکه به شریعت پا میده، برای اینکه سازش بین روشنفکران در اون دوران بسیار بسیار مترقی بوده، بسیار بسیار خوب بوده. اما این قانون لایق نیست. ما نیاز داریم به قانون لایق برای مقابله با اسلام سیاسی، برای مقابله با مذهبیون. خب این خیلی مهمه. و نگاه کنید، من از این کسایی که میان و اون برای قضیه هستم، مثل این آقای نمیدونم ایمان سلیمانی و اینها، من اینها رو خیلی علیه رحمه نمیدونم. ما بهتون بگم مادامی که شما آره نقد مذهب باشه اشکالی نداره، من هیچ مشکلی ندارم و خیلی هم خوب میدونم، ولی نه اینکه در واقع به نوعی دشمنی بکنیم و اینها. این نگاه منه. حالا دیگه حالا اونا هم اتفاقا یه زمین سازی از اونا که حالا زمین سازی هایی میکنن که بعدا با شاهزاده رضا پهلوی حمله کنن و بعد به نوعی برای خودشون مشتری جلب میکنن و از طرف دیگه منافع مادی هم در این کار دارن. بله این نگاه من. ولی من اول اساسی مشروطیت درست نمیبینم، و من با نگاه آقای امیر نادری امیر طاهری شدیدن زاویه دارم، و فکر میکنم ایشون در ارتباط با موضوع سکولاریسم، اهمیت سکولاریسم مشکل دارن. یه نقدی رو هم قبلا در ارتباط با این خانم شهلا شفیق کرده بودن در ارتباط با این نگاه، این دیدگاه، که به نظر من خوبه که دوستان برن نگاه ایشون رو ببینن، درست نقطه مقابل نگاه امیر طاهری است و مهمم هست، و باید این نوع نگاه رو بیشتر اشاره بدیم. و من چرا که ما نیاز داریم به تفکر و عبور از هر گونه تهجر و عقب ماندگی در هر لباسی، و به نظر من نیاز جامعه ما سکولاریسم، نیاز جامعه ما لائیسیته است.